از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، ایران که سوریه را متحد استراتژیک خود و در خط مقدم جبهه مقاومت در برابر اسرائیل می‌داند، کمک‌های زیادی در عرصه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و مالی در اختیار رژیم اسد قرار داده است. روزنامه فرانسوی لیبراسیون میزان این کمک‌ها را در 2.5 سال گذشته حدود 17 میلیارد دلار برآورد کرده است. این کمک‌ها حتی بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی نیز ادامه یافته است. کوتاهی در ایستادن در برابر کاربرد سلاح‌های شیمیایی، ممنوعیت علیه سلاح‌های دیگر کشتار جمعی را تضعیف خواهد کرد و ایران متحد اسد را که باید در مورد سرپیچی از قوانین بین المللی با ساختن یک سلاح هسته‌ای و یا پیروی از آن با اتخاذ روشی صلح‌آمیزتر تصمیم بگیرد، جسور خواهد ساخت. در لندن، مارک فیتزپاتریک، کارشناس تسلیحات اتمی در مؤسسه IISS، معتقد است که با توجه به رابطه نزدیک بین سوریه و ایران، بین حملات شیمیایی رژیم سوریه و مسئله هسته ایران ارتباطی غیر مستقیم وجود دارد. ایران دارای نیرو در سوریه است و اگر حمله ای صورت گیرد، عده‌ای از نفرات این نیرو کشته خواهند شد و این درجه خصومت ایران به آمریکا را بالاتر خواهد برد. پرسش اصلی این است که اگر خط قرمز اوباما در مورد سوریه نادیده گرفته شود، آیا این تأثیری بر خط قرمزش در مورد ایران خواهد داشت؟ اگر سوریه مجبور به پرداخت هزینه‌ای برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی شود و یا بهتر از آن مجبور به تحویل سلاح‌های شیمیاییش به سازمان‌های بین‌المللی برای انهدام آنها شود، احتمال اینکه ایران خط قرمز اوباما برای تولید سلاح هسته‌ای را رد کند کمتر می‌شود. Obama's red line on acquisition of nuclear weapons. مخالفان معتقدند که بدون حمایت ایران، رژیم اسد به سرعت از هم فرو خواهد پاشید. ایلی هوکایم، کارشناس مسائل خاورمیانه در مؤسسه IISS، معتقد است که حمایت از مخالفان تنها به خاطر محدود کردن قدرت ایران در سوریه نیست. رژیم بشار اسد و حزب الله اجازه دادند که ایران به یک قدرت اصلی در شرق مدیترانه بدل شود. این احساس وجود دارد که اگر بتوان در سوریه که قدرت بزرگی در شرق مدیترانه است برنده شد، در سراسر شرق مدیترانه به پیروزی دست یافته اید. اما این تنها انگیزه حمایت از مخالفان نیست. مصائبی را که مردم سوریه در این جریان متحمل می شوند نیز باید در نظر داشت. بنابراین عوامل فرقه‌ای، استراتژیک و انسانی همگی در این جریان دخیلند. هرچند تلفات ناشی از حملات شیمیایی 21 اوت تنها 1% کل تلفات مناقشه سوریه در 2.5 سال گذشته بوده، با این همه بسیاری از مردم سوریه امیدوارند که واکنش شدید جهانی نسبت به این حمله بتواند زمینه ساز پایان این مناقشه شود. بیژن فرهودی، صدای آمریکا، لندن.